با عرض سلام و ادب حضور شما فرهنگ دوستان گرامی، به ادامه ویدیوی قبلی که در آن بخصوص در رابطه با بیدلی عارفان بزرگ متمرکز بودیم که اساس معرفت یک عارف از همان نقطه بیدلیشان آغاز می شود و همچنان در رابطه با وفا به عهد عارفان یادآور شدم حضور شریفتان که مثالشم این شش دفتر مثنوی معنوی شریف بود که استاد نجم العرفا شادروان رحمت الله علیه وفا به عهدشان کردن که چنان که فرموده بودن که این مثنوی معنوی شریف دست من باشد تا زنده است. نکته ای را که در این زمینه باید حضور به عرض حضور شریف شما برسانم این که همان روزی که جناب شادروان نجم العرفا رحمت الله علیه مرا به منزلشان دعوت کردند در آخرین سفرم به افغانستان از استرالیا، اینکه این زمانی که این کتاب ها را و این امانت را تحویل من داد، همون لحظه با صحبت نخستین روزی که این کتاب ها را از من تحویل گرفته بودن و اون روز یادم اومد که ایشان فرموده بود من تا زنده هستم این کتاب ها دست من باشد تا من کلید و اصاره هر داستان در حاشیه های هر دفتر با قلم خود بیرون نویس کنم و بنویسم. این و امین حرفشان یک دگرگونی حال با ما رخ داد که سر از پا گم کرد که مبادا این آخرین دیدار باشه و آخرین ملاقات، چنان که اما گونه شد متاسفانه. آنگاه ایشان می دانستند که این آخرین دیدار و ملاقات است، دیدار بعدی و قیامت خواهد. خب به هر حال اون روز همراه ما برادرم بزرگم استاد محمد حفیظ معروف به توریان، یکی از استادان با تجربه در رشته کیمیا و شیمی هستند در معارف کشور در لیسه سید نور محمد شاه مینه، یکی از استادان با تجربه هستند، ایشان هم ما را همراهی میکنند. اما چنان که از در مدت زمان رابطه ما من با استاد همیشه حضورشان برای من هم سوال بوده هم جواب، هیچ گاهی اتفاق نفتیده که من جرأت کرده باشم و از استاد سوال کرده باشم. اما اون روز برادرم یک سوال داشتن از جناب نجم العرفا و ایشان این چنین به سوالاتشان جواب ارائه کردن. شما این به این سوال جواب سوال از زبان مبارک استاد توجه بفرمایید تا ویدیوی بعد و حرفای سخنهای بعدی
حافظ و ناصر تا. و سلام. که نماز را تعلیم تعلم او را کار میکنن یاد میگیرن که را ما شما علم قال میگوی قال در مقابل کن باید دنگیم ما را صورت میگیرن خیلی صلی اللہ علیه و سلم علم لدنی بود یعنی آدم هزار کسی علم کتب نکده روزن از خداوند کتب آگاهی کرد پس علم پیغمبر علم لدنی میگرد بابت پیغمبر ما کسانی که با پیروی از پیغمبر ما زن قابلیت وراثت پیدا کنند باز امی علم پیغمبر و چنین شخصی میراد میرسد و اصطلاح اول مثال علوم دراست علومی را که ما یاد میگیریم از سازا هر رشته یکی از سازی علوم باشد این را علم دراست میگه دیگه علم وراست میگه شما با علوم یکی از راه درس و تعلیم فرا گرفتگین بسندن نکنید کوشش بکنید که از مرحله علم دراست به مرحله علم وراست برسید بیشتر اشاره کردم که جز از راج پیروی از پیغمبر معظم ما از راج دیگری کسی به مرتبه علم وراست که هم علم لدنیش رسیده نمیتونه با طور پشورده علم لدنی همین که اگه آدم قابلیت وراست پیدا کنه پیغمبر برای از او علم لدنی میراد میرسد دیگه علم حضوری هم میگن علم قال علم حال هم میگن علم تحقیقی هم عبارت شده مولانا میگه این هم علم بناز این آخوره علومه که شما کسب کده هی بنای آخورتون مسائل معیشتی و دنیایی و امسالون با امی وسیله سرشته میشه چون عماد چون عماد بود گاب و اشتر هست ما ستون همه همی علم با وسیله از این خواستای تن آدم ها دست میاره مشتری علم تحقیقی حق اشاره با آدیت هست الله اشترا مشتری علم تحقیقی حق
دائمان بازار و بارم نقر علم کتبی کتبی علم کتبی در دم خود به زمان چون تیمم با وجود آدم علم کتبی در دم خود به زمان که علم شلم وزودی هست علم شلم تحقیقی و لدونی هست علوم گذرای تعلیم بالم فرا میگیره حکم تیمم و دارد با وجود آدم ما به شما در محاورت داریم در بون مسئله آب آمد تلمان برخواد یعنی اشارات بود در مورد علم لدونی با در مقال نمقابل شلم حال وضع علم وزودی و شهودی ام گفتم ایش نمایز زیاد دارم من بلاب یک چیزه علم مغربیه ام علم فضلیه ام خونمیش مولانا میگه دفتر صوفی سواد و حرف نی جز دل اسپید همچون برف نی زاد دانشمن آثار قلم زاد صوفی چیز انوار قلم انوار خدا دانش انوار است در جان رجال نیز رای دفتر و نیقی قال این میان اشاره بر ملدونی یا وجودی یا علم حال کشفی موهبی هم گفتم خیلی ببینید.